但是没有来讲。مسئولیت جا کردن بارها در صندوق رو داره که اینا رو بردی خیلی خوشحالم میکنه. دبه و کریستا دبه رو چرا آوردی؟ این زندگی ما رو عوض کرد. چرا دبه رو آوردی؟ دبه رو من نیوردم، دبه رو آورده بودم برای ماهی. از این پیموش کنم آمدن تو من فقیت هم بگم. خوشمزه بگیری خوشمه سبت نداره اینجا ما اینا رو برداشتیم. مامانه تو خونه بوده، بچه ها داشتن درس میخوندن، شما میایی تو خونه، مامانه میگه خدافز. من میگم تو حضور کنارشون میشینم. کل تایم میشینه مامانه من. آخه حس بدی رو شده از ما میره چک میکنه. نه یعنی اصلا چایی میبری براشون. اصلا کسی میخواد کاری بکنه تو اون فاسدگی میبری همون همون یه چهار تا چایی میبری. چون 13 ساله دیگه تا عمر خیلی ماجرا که نمیده که تحت 13 ساله های الان مثل اون موقعی. آره حالا تو میری هی چک میکنی، یه بار که میری چک میکنی این داره اتفاق بعدی میفته. آشپزی یعنی داره شروع میشه آشپزی کردن. تمام پیشی تمام چکی سک میذارم. آره کی بره؟ پسره آقا امتحان زبان دارم فرام به انام. به مامانش زنگ میزنی میگی بعد میفرستیش بیرون یا نه؟ نه رو دختره رو که باید بمانه دختره. نه بابا دونم بندم بیرون. حالا اگه دختر پسره رو خفت کرده بود چی؟ کجایی؟ خیلی داره بارون خوشگلی میاد. ما هستیم لاهی جان برای که قرار بریم نهار بخوریم بعد بریم خونه. اگه حتی دوست داشتید ادامه این ویدیو رو ما رو سابسکرایب کنید. الان بعد میگفتید اگه دوست ندارید دیگه هر ویدیو ببینید تو کامنت ها برام بنویسید. هممون انقدر خسته بودیم یه ذره نشستیم حرف زدیم غذا خوردیم چیل کردیم و حرفا میخواستیم فیلم ببینیم. همه باید نجور خوابشون بود و اینجا با روز دوم. بریم رشت بهتو شهر داریم. من تا حالا نهیده اونجا رو خودم خوش بگذارم برای یه بیشتر. این یه دونه گوجه اگه اون ترسته گوجه ها دونه یه کاری میکنن بندازن اون سردی. آره همون خیلی خوشمه ابو جان. یا عالی ابو جان غذا بخوریم. خیلی احتمالش کمه الان جای خوشمزه خوشگل اناناس پیدا کنیم بخاطر اینکه ماهی همینجا همه جا بسته است. برو خدا بگو غذا میدیم. آره سلام مرسی.
خیلی داغه. اینجا بعد از اینکه غذامون تموم شد یه خانم اومد تو، داشت به صاحب رستوران میگفتش که ما 8 نفریم، 8 دیزی میخوایم. بعد صاحب رستوران گفتش که ما 4 تا دیزی بیشتر نداریم متاسفانه. یو خانم قاطی کرد، گفت یعنی چی؟ من تماس گرفتم باهاتون، امروز میام، قرار خانواده‌ام مهمون من باشن فلان. بعد یو ما دوزاریمون افتاد که ای وای این بنده خداها، ما رو با این خانم اشتباه گرفتن، دیزی خانم رو دادن به ما دیگه، هیچی دیگه. این بیچاره اومدن نشستن کباب سفارش دادن اینا، ما هم از خنده و از وجدان نمیتونستیم خودمون رو جمع کنیم. شیشه داره بالا نشکونه شیشه رو، این نمیتونه در بره. اون چه هیزیه صدا چیه؟ مامانم بگو ماما نه اینجوری بیرون. صبح بخیر. دیشب این بی‌تربیت‌ها تا ساعت 5 صبح داشتم فیلم ترسناک می‌دیدم. خیلی مسخره. انقدر ترسناک نبینید. تاکتومی. ببین صحنه‌های ترسناک زیاد هست، ولی خیلی مزخرف هم. صبح جان هم مامان خوشن کرد. دیشب بچه‌ها داشتن فیلم ترسناک می‌دیدن، بعد از اونجایی که من واقعاً خیلی تاثیر بد میذاره رو، یعنی جوری که مثلا اون لحظه که میبینم که کلا میمیرم، ولی بعدش هم مثلا میرم خونه یه روزی که تنهام، همه چی دوباره میاد تو ذهنم، بعد همه چی رو ترسناک دیگه تعبیر میکنم. یعنی حتی مثلا صدای که یخچال رفتن میدونه، یا مثلا صدای ضبط همسایه بغلی، صدا باباق کردن سگشون، همه چی کلا. واسه همین اصلا جنبه فیلم ترسناک دیدن ندارم کلا. تازه مثلا ترس از تاریکی و این داستانا داشتم حلش کردم تمامیش، خیلی بدم میاد. که اول فیلم کره‌ای دیدیم خیلی خنده دار بود، بیشتر بچه ترسناک باشه. بعد دیگه تاکتومیو گذاشتیم، واقعا صحنه های ترسناک تحمل نکردنی خیلی زیاد داشت، سناریوش خیلی نصف نمیمونه، یعنی خیلی عجیب غریب بود. و کلا تایم که بچه ها داشتن نگاه میکردم، هنس فری تو گوشم بود، داشتم فیلم ادیت میکردم، اصلا نگاه نمیکردم تلویزیون و از ریاکشن هاشون میفهمیدم که داشت اتفاقی میفته دیگه. تهش برام داستان تعریف کردن، اگر که فقط میخواید بترسید میتونید ببینیدش، ولی تهش اینجوری میشین قشنگ. بقیهش لباسم عوض کردم، قرار که آماده شم آمارش کنم، مامان شما فرمون نایزر اکس ویدیو بگیرم. خب این از لوک نهایی، فعلا قرار بریم تو روف اکس بگیریم، فعلا دیگه نداریم اکس و ویدیو بگیرم. سلام خوش کرده. سلام بچه های یکی زن به کار رو تو همه ویدو کنم. ماهی هم خمه بالا سرخ کنی. آره آخ جون داشته باشی. یا خدا. آره دختره داره ویدیوهای خوشگل میگیره. اون تو هم ماهی خوشمزه است. ماهی خیلی خوشمزه. دست بخواهی. جایزته؟ جایزته ما باید باشه. خوشت صحنه. پشت صحنه، جلوی صحنه. به خدا. بچه‌ها یوتیوبو دعوت کنم میام خونمو. آره، ای کاش بیان. همینجا هم تابستون خونه ما لازمه. به به، بیاد دایی جان. موفق‌ترین تیم جمع‌آوری و تمیزکاری رو ببینید. اومدیم به سارا جون کمک کنیم، بعد الان هی داره تو ذهنش میگه خود من عجب اشتباهی کردم، اصلا چرا؟ آره لکه گفتیم شاهین انقدر که شما همه کارا رو انجام دادی رینا داره قهر میکنه میره، حالا اینجوری که کاش قهر میکرد میره. شاهو ای اونم حالا اونجا تفلونیا اون برای چی بود؟ یه چیز جویدنی آدامس. آره خوش توش یه چیزی میذارم، صندوق نیست ولی گنج.
بذار. اون پرنده تو چی بخمه؟ کفتر. صبح بخیر. داریم اینو صبحونه بخوریم. ساعت نزدیک 9. زود پاشیم امروز. آفتابی بود، گرم بود، امروز برعکسش خیلی یخه. مامانم خواب بد دیده بود، جنگل اینا نری ناگه رفتین از هم دیگه جو خواهد خدا حافظ هم میکنم قربونت برم من کل پاهامو زخم زیر شد. اینا کل اینا بوته است با ارتفاع نیم متری مثلا. اصلا معلوم نیست از اینجا ولی خیلی ارتفاعش اینجوریه که یه باید 180 میزنیم بتونیم از رو کل اینا قدم قدم رچیم. یه آقا هم اینجا هست با دوتا سگاش داشتن این مسیر رو میرفتن، بعد دید که ما داریم میریم جنگل تاریک، گفتش که بیاد من راه نمایید میکنم بگم کدوم راه برید و این حرف ها. بعد یه داست دستش بچه ها تازه فیلم ترسایی دیدن دیشب پریشب هی داستان عجیب غریب میسازم با این بند خدا. یه خیر انشالله دیگه ویدیو رو میبینید من سالم. اینو بخورین انرژی میگیرید. اینو انرژیزا ها رو دسته نه یک ساعت تا الان راه اومدی. خب الان گیریم که رسیدیم به جنگل سیاه. کی میخواد این راهو برگردن هوا داره تاریک میشه. من هم اینجا میمونم. جنگل واقعا تاریک میشه. جنگل خودش تاریکه. وای این جنگل جنگل تاریخه. گوش کنید به خاطر اینکه شما از یه تاریخی وارد میشید یه تاریخ دیگه خارج میشید. داستان جنگل تاریک اینه که این درخته که داریم میبینیم انقدر برگاشون زیاده که دیگه اصلا نور از بیرون نمیتونه بیاد تو جنگل و تاریک تاریک میشه، یعنی حتی تو اوج آفتاب و اینا هم که باشه جنگل تاریکه. بحث اسرارآمیزش هم نمیدونم، حالا اگه کسی میدونه بیا تعریف کنه تو کامنت ها، ولی یا آقای داش میگفتش که انگار چند تا چاه بوده این اطراف، چاه آب، بعد به خاطر اینا تو اوج تابستون هم چه خیلی خنکه، واسه همین مثلا اسرارآمیز میگن بهش. ما یه تایمی اومدیم که هوا خیلی سرده، بارون اومده زمین گل، همین که درخت هنوز برگاش تر نیومده، همه جا نورانیه. فقط هم داریم بدو بدو برمیگردیم چون هم داریم یخ میزنیم، هم ناهار نخوردیم، ساعت نزدیک 4 و 5 است، همین که خب آفتاب غروب میکنه دیگه بربخت میشیم. سلامت رسیدیم. 4 ساعت و نیم پیاده روی کردیم. وضعیت بچه ها نهایت پیاده روی که میکنم اینه که اسنپ من پیاده میکنم جز خونه استاد، میرم تا دم به آسانسور میرم بالا. اومدیم غذا بخوریم دیگه داریم میمیریم اصلا تو پرف رضا خدا تکرده به همین قوت خوابت میاد. داریم بسید صبحونه میتینیم که صبحونه بخوریم، جمع جور بخوریم، نگریم تریان.